شهرستانی نجران، برده های ستم دیده و مردم بیدار دل دسته دسته به دین نصرانی می پیوندند. ربیان و عالمان یهود واندریاس فرماندار بیلیاقت نجران در مقابله با فیمون رهبر نوکیشان نصرانی درمانده شدند. در این گیرودار زنواس حاکم خونخوار یمن برای حضور در جشن پایانی مسابقات سالیانه نجران از صنعا به سوی شهر در حرکت است. حاکم و ربیان بنی اسرائیل برای حفظ جان خودشان هم که شده باید تا پیش از آمدن زنواس فکری به حال فیمون و نصرانی های نوکیش بکنند. زنده موندم، شاید میمردم. فکر مردنتم برام ممکن نیست. اونقدر خودم رو چنگ میزدم و گریه میکردم تا بمیرم. زنونم لال، اگه کشته شده بودین تمام شهر نجران عزادار میشد، مسابقه ها تعطیل میشد، سفیران کشورهای همسایه به نجران میومدن. وقت مناسبی بود که باهاشون قرارداد تجاری ببندیم. بازار نزور داغ میشد. به شما میگن حاکم خوبه یه شهر که مرگتونم سود داره. جون به جونت بکنم تاجری. تیراندازی کار کساییه که مخفیانه توی نجران زندگی میکنن. اون تیر از کمان نصرانی ها رها شده. که
کتاب‌های قدیم و جدید و برای ساکت کردن فیمون و نصرانی ها زیر رو کردی. زیر رو نکرد. شما کم هستی، حرف شما مال اون وقتی بود که تعدادشون به اندازه انگشتای دو دست بود. اون وقتا میشد با خون ریزی کمی از شرشون خلاص شد. نتیجه اون همه مناظره و مباهله شما با فیمون چی بود؟ حالا نصرانی ها مثل مور و ملخ زیاد شدن. الانم کار به جایی رسیده که قصد جون منو کرده. چند روز دیگه زنواس از راه میرسه. ما باید به مسافرها اطمینان بدیم که همه چی در امان و تحت نظر تو پول خرج کنه. من اومدم به شما نوید بدم که چاره ای اندیشیدیم تا مسئله نوکیشان و رهبرشون فیمون و تا پیش از اومدن زنواس بزرگ حل و فصل کنیم. خصوصی خدمتتون میگم. پس منم برای موفقیت شما دعا میکنم. بعضی کارا مثل حکرانی فقط با دعا درست نمیشه. دانایی و تدبیرم لازم داره. برای تماشای مسابقه ها میرین نجران؟ من برای قهرمانی دارم میرم. به جفتتون قول میدم که قهرمان امسال منم. چند بار گفتم اجازه بدین من تنها بیام نجران، شما قبول نکردین. من بابا بات موافقم. این روزا سفر برای زنهای بیپناه امن نیست. من بودم که خطر بیگه گوشتون رفت. اینم نجران، هرکس به یه بهونه گذرش به این خراب شده میفته. از این همه بگیر و ببند شبانه ترسیدم. حفظ جونم برام از همه چی مهمتره. برای شایعات خال زنکی یه مش پاپتی و بیسواد ارزش قائل نیستم، اما برام خیلی مهمه که بدونم بانوی نجران در مورد من چی فکر میکنه. سوء قصد کار من بود. کار تو بود؟ خود تو؟ ماهرترین تیرانداز یمن رو استخدام کردم، اما قرار نبود حتی یه موام از سر تو کم بشه. من از ترس رو به موت رفتم. چه مویی ها؟ اینطوری قرار بود مو کم نشه؟ بهانه ای داری که این کارو به گردن نوکیشان بندازی و خودی نشون بدی. پس چرا به خودم نگفتی؟ چرا نگفتی؟ آندریاس، اگر تا اومدن زنواس این زمزمه ها بیشتر بشه و همه بر طبل بی ارزگی و بی لیاقتی تو بکوبند، شک نکن که آخر مسابقه ها روز برکناری توه. خب حالا تو میگی من چیکار کنم بانو؟ کسی رو به جرم سوء قصد به خودت اعدام کن. یه اعدام با شکوه نمایشی.
در اندازه مجازات کسی که قصد ریختن خون حاکم نجران رو داشته. یه طوری رفتار کن که کفایت تو باعث شده مجرم به سرعت به سزای عملش برسه. باشه، خوب فکریه. دستور میدم مجرم رو پیدا کنن، محاکمه کنن و روز اعدامشم تو شهر جاف بزنن. نجرانیان، مکافات مردی را به تماشا نشسته اید که به گناه خود معترف است و قصد گرفتن جان خدمتگزار صدیق شما را داشته است. ای مردم نجران، اجرای عدالت ناگزیر است. این است نتیجه پشت کردن به دین پدران خود. گمراهی! همه با هم به سوی آسمان دست دراز می کنیم و برای بخشایش روح این جوان دعا می کنیم. باشد که خداوند تو را مورد بخشایش و رحمت خویش قرار بده. دارن از تو حرف میزنن. از بدبیاری من تو روزی اومدی که تماشاگر کم بود. روزهای قبل همچین تشویق میکردن که ستونهای اینجا میلرزید. بله، مردم کم بودن. اما برای من، خب میدونین، قهرمان میدان مهم بود. اما برای من تماشاچی خیلی مهمه. عجب. خب میدونی این دفعه لطفش به این بود که تو هم اینجا بودی. دلم بهت گرم بود. باور کن راست میگم. تعارفو بذار کنار هاران. معلومه که تماشاچی ها خیلی مهمن. مردم همیشه مهمن. روزی نیست که نجران چهره تازه ای از خودشو به من نشون نده. آخه این نجران چجور شهریه که تماشاچی های میدون اعدامش بیشتر از میدون مسابقه هستن؟ نجران هم مثل همه شهرهای دیگه دو تا صورت داره، یکی عشق یکی نفرت. نفرت اینجا بیشتره. بی برو برگرد. قبول پرورگار باشه. ما از این به بعد تصمیم گرفتیم که بیشتر بیاییم اینجا. درای اینجا به روی خلق خدا بازه، بلکه شما به خدا نزدیکتر بشید. من حوصله نصیحت و موعظه ندارم ربی اعظم. دامم میتونستم تو همون کنیسه قصرم بخونم. ترس من اینه که نکنه نوکیشان در قصر شما هم نفوذ کنه. نصرانی ها همه جای شهر نفوذ دارن، ریشه دارن. شما از کجا میدونید که ربیان شما نوکیش نشده باشن؟ ربیان ما مفسران دین ما هستند و از همه بهتر میدونن که حرفای فیمون فریب کارانه است. مجده آمدن منجی دروغی بی اساس و واهی.
پس حالا دیگه اتحاد دربار و ربیان لازمه. جنگ ما با اندیشه فیمونه. باید صبر کنیم و کاری رو که شروع کردیم تا قبل از اومدن زنواز دیگه تمومش کنیم. تا قبل از تمام شدن مسابقه ها فیمون از نجران میره و نصرانی ها رو به حال خودشون رها میکنه. اون کجا میره؟ به کام مرگ. عجب، این بود اون نقشه بکری که باید خصوصی خدمت من میگفتی؟ کشتن یارو خونش دامن هممون رو میگیره. فیمونو نه ما ربیان و نه شما درباری ها میکشی. فکر همه جاش رو کردی. فیمون بی سر و صدا کشته میشه بدون اینکه خونش دامن هیچ کدوم از ما رو بگیره. صبور باش. سایارم میشنفم. سایه هایی در کار نیست، تنها آمدم. بی محافظ و عجیر و نوکر. بی محافظ و عجیر و نوکر. خوبه خوبه، خوشم آمد. کار اونقدر میازه که کیلاب از سوراخش کشیده بیرون. بیا. نجرانیه؟ نه، برده یکی از طرفای شام یا بغداد به نجران اومده. معامله بی معامله. تو چه مرگت شده آران؟ از وقتی یادمه تو فقط به صدای این گوش میدادی. گذشتم وقتا که کاسه گدایی دستم بودی و آواره تو کوچه‌های نجران. ببین داغ راهزنی رو دستمه. من دیگه ارزو نیستم. فیمون رهبر نصرانی های نجرانه، نه شمشیر زنه، نه برده یاقی. سلاحش سخنوریه. مردم گول حرفاشو میخورن و بهش میپیوندن و نصرانی میشن. کشتن اون به دست ما یا آندریاس شهر رو به آشوب میکشه. باید بی سر و صدا و مخفیانه و سریع. آها، پس قرار خونش دامن شما رو نگیره. قرار مداره معامله عوض شد. حالا دو کیسه میگیرم تا شروع کنم واسه پیدا کردنش. اسمش چی بود اون بابا؟ فیمون. فهمیدم فیمون کجاست. یک کیسه وقتی کشتمش دو تا دیگه میگیرم تا جسدش رو تحویل بدم. از قول هاران برو به ربی جونت بگو دامن پاک خرج داره. اگه تمام دنیا رو هم بگردی هاران، هنوزم همون داره دزد کف کوچه های نجران. ببین من اینو میزنم به حساب جوش خوردن معامله کیلاب. مبارکه. چه شبی بشه ارشد. تازه رمین در کردم و سر حالم. میخوام دوباره شروع کنم. خوش بگذرونم. تا صبح به پای همه تو تلا میرسم. یه وقت نگین تاجر بزرگ شهرمون ناخون خوشه. با تلای باداگوی خوب بریز و به پاش رو انداختی. آران؟ به من گفته بودن تو دمشق به جرم دزدی جفت دستات و قطع کردن. خوبه بدونی اون خبر من خودم خوب بختم. دلم میخواد امتحان کنم ببینم دستان دور گردنت میپیچه یا نه. به نظرت میپیچه؟ بیا بردم جونمو میخرم. تو خونم طلا دارم، تو حجرم دارم، همش مال تو. جونم مال خودم. منو نمیکشی؟ سد کشی نمی کنم. هنوزم خبر می پس خوشی. برای خریدن خبر اومدی؟ دنبال این بابا می گردم. فیمون؟ کسی نمیدونه فیمون تو خونه یک کدوم یکی از نصرانی های نجران قایم شده.
اونا رو نمیشه با پول خرید و خبری از فیمون گرفت. شکنجه هم بیفایده است. جونشونم برای فیمون میرن. من زبونی گرستر از نوکیشان ندیدم. ولی هیچی توی این شهر از چشم من پرمانی. با آندریاس و رمیان نمیشه معامله کرد. اما تو اهل معامله ای هران. شطور دیدی ندیدی؟ باد به گوشم برسونه که لون دادی میام سراغت شارعیتو میزنم. این دفعه چون خودت میشه مستخبر چینید. خونه من دیگه امن نیست. بهتره یه مدت پیش بارناباس بمونین تا یه جای دیگه پیدا کنم. بیگناهی به خاطر حفظ جان من کشته شد. نه، من دیگه نمیتونم این وضع رو تحمل کنم. شما رو میخوان بکشن چون مردم رو به دینی کاملتر دعوت میکنم. مراقبت از جون شما وظیفه نصرانی هاست. شکی نیست که جون همه ما رو خداوند قادر متعال حفظ میکنه. من راضی نیستم که نصرانی ها به خاطر من به خطر ما باید یه نگهبان استخدام کنیم تا شب و روز مراقب جون فیمون باشه. یه محافظ حقوق بگیر زبده و کار آمد. همه ما منتظریم تا روزی برسه که این سختی ها تموم بشه و اون روز میرسه. نکن بیا همه چی رو مهمون خودتی. آره ببینم این همه بریزو به پاچت برای یه مسابقه است. فکر که همیشه برنده ای رو پای خودت نیستی. برنده بودیه که همیشه برنده بیتوب باشه. به خارش هستی یا نه؟ بایسا بایسا من گفتم زنده شو برام بیار. این که جنازه است. زنده است، هفت تا جون داره. اگه بمیره جنازش میمونه رو دستمون. یه ستاره هم تو این دنیا نداره. اونقدر تو این دخمه میمونه تا بروزه.
من پوست کلفت‌تر از این حرفا. بفرما. نگفتم زنده است. خدا رو شکر میکنم که سقط نشدی جان. نه به خاطر اینکه جونت برام عزیزه، اصلا فقط میخوام کاری رو که به تو سپردیم تمومش کنی. اول بگینین چه وضع مهمون دعوت کردنه؟ جا قرد بود منو کشیدین تو این خراب شده؟ قرار بود سر و صدا مثل سایه دخل فیمونو بیاری و گورتو گم کنی. همین را افتادی سر تا تشهر مسابقه میدی و لاب میزنی، اسم نکبتت افتاده سر زبون همه، چش تو برق طلای چندرغاز اون مسابقه مسخره گرفته، ده برابرشو پیش قص گرفته. پس چه برگت شده مردک؟ فیمونو نفلی کن و شر تو کم کن. یادتون باشه از من یه جنازه خواسته بودین، پس بعد دندون رو جیگر بذاری. تو چه شدی میگذب ما چرا دست دست میکنی؟ کارو ول کردی افتادی دنبال مسابقه؟ من علکی که مسابقه نمیدم، کلم کار میکنه. قهرمان که شدم فیمونو تو سراسده مسابقه ها میکشم، هیچ کس هم به قهرمان مسابقه شک نمیکنه. نقشه تمیزیه مگه نه؟ این خناس حرف زیاد میزنه اما کارشو خوب. من وظیفه دارم برای حفظ دین مردم از شر این کیش تازه مراقب باشم. اینو از من بدل نگیر، باید بود قانع شدم. من حرف حسابو میفهمم. حالا برای اینکه هم تو این دغمه رو فراموش کنی یا هم من تو این روزای پیرینا بریزی کنم و دومی به گمره بزنم، با هم یه جام از شراب 300 ساله سردابه های معبد میخوری. به نشانی شد گیجاب. به سلامتی روزی که از شر فیمون خلاص شده باشی. به سلامتی، روز خوشی منه. اون روز مزدم رو گرفتم و خلاص. چی به خورده من دادی نامرده؟ تو این مروارید شابه رو از کدوم صدف خراب شده ای در آوردی کیلاب؟ از بچگی میشناسمش، از گداها و جیب برای نجران بود. همه ی سراسنبه های این شهر رو میشناسه، همه ی دزدا و تنک بگیرا و مفسدای شهر ازش حساب میبرن. دنبال شهرت و برق سکه های طلا مستش میکنه. از همه مهمتر مثل آب خوردن آدم میکشه. نگفتم زیر سنگم باشی پیدات میکنم. سکار رو رد کن بیاد. موندم چه کنم؟ پس بدم، پس ندم، بدم، ندم، بدم. برشون دار بزن به چاک. فیمون و نصرانی و ربی و همه برن به جهنم. این همه سکه از آسمون افتاده به دامنت. چی میخوای دیگه؟ باباش مریضه؟ به من چه؟ بدم، پس نمیدم سکه بی سکه، خلاص. تو یه چیزی بگو، نظری بده. چی؟
من میخوام سکه ها رو بهانه کنم تا دختره رو ببینم. شوخیت گرفته؟ نظر نخواستم بیخی. یادگاری یکی از سفرامه، بعدن سر فرصت برات تعریف میکنم. مسابقه هایی که تموم بشه میمونی یا بازم میری سفر؟ نجران شهر با وفایی نیست، دلتو به مردمش خوش نکن. میدونی اینجا همه از پشت به آدم خنجر میزن. بعد از مسابقه ها برای من نجران بی نجران همه چی تموم میشه. ممنون که من از شلوغی شهر بیرون آوردی ها را. سکوت ساحل آرومم میکنه. من روزای پردرد سری رو میگذرونم. مرضی پدرت بارناباز؟ شاید بیماری پدرم کوچکترین مشکلم باشه. تو میتونی سفرتو یه مدت عقب بندازی؟ یعنی بمونم برای چی؟ بله، فقط یه مدت کوتاه. تو از پسش بر میای، یه کاری ازت میخوام. آخه تو خیلی شجاعی. رفقه برام از جنگاوری تو زیاد تعریف کرده. من هرچی در چنته داری رو میخوام. چشمای هوشیار، شمشیر آماده و یه زبون قرص و محکم. هرچی تو این خونه میبینی و میشنوی یه راز مهمه. میخوام خطر رو از یه مرد دور کنی و مراقبش باشی. جون این مرد از همه سکه های عالم برام عزیزتره. از کله گنده های نشانه؟ نه، هرچی کمتر بدونی بهتره. و مزدتم 5 سکه طلاست. هر صبح مزد روز قبلو نقد میگیری. دیگه بهتر از این مزد برای این کار سراغ ندارم. شرمنده نمیتونم بله بگم. مزدش خوبه، از پسش هم بر میام. اما یه کار نیمه تموم دارم که هر طور شده باز تمومش کنم. روزی 10 سکه. برای بازارگرمی نبود که بهت نگفتم. چون یکی دو روز دیگه از این خراب شده من میزنم بیرون. هرچی خدا بخواد همون میشه. میمونی؟ اون میمونه؟ من به اندازه کافی اصرار کردم، اما مثل این که کاری داره و نمیتونه. رفقه، ساله، بیای. بارناباز حالش بد شده. بیایید. فیمو؟
تو آسمونا دنبالت میگشتم. موندنی شدم رفیق. من آدمت میکنم. اگر تو چه برده نستیم جلو هر بابا چه بسته کرد دیگه ایچه ما بلو هم کنیم. من سر بلات میکنم. فیلمان شما رو بحرو کرده. یه غریبه که این وقت شب برق نمیزنه. بلکه آدمی گرفتاری باشه. صبر کن. بلند شو. هر صدایی که شنیدی بیرون نمیای. فهمیدی چی گفتم؟ بله. فهمیدم چی گفتی. پشت دره؟ باز کن! باز کن! تا دیر نشده باز کن! تو رو به خدا باز کن! باز کن! چی شد؟ من تاجه رو کشتم! اون مرد! سرورم! بیچاره شدیم رفت. حالا همه با هم تو کابوس های من شریک هستیم. فیمون و نصرانی ها دیگه خیلی خطرناک شده. من اسیر وحشت شما ربی ها از این کیشه تازه شدم. عقل خودم رو سپردم به شما. نتیجهش اینی شد که میبینیم. تا حالا شم اگر کسی جلوی فیمون وایساده این ما ربی ها وگرنه نقشه بکر شماها اون اعدام نمایشی بیفایده بود که دیدیم. اون سخنرانی شما تو روز اعدام بود که آتیش انتقام نفرانی ها رو اونقدر داغ کرد که حالا جنازه تاجر رو دستمون مونده. به خودتون نگاه کنی. از ترس عقلتون از دست دادی. همه شدیم بازی چه دست نوکی جان. پیش خرابلای زنواز رسیدن. خودشم تو راه نجرانه. هیچکی زنده نمیمونه. من به شما قول میدم زنواز وقتی برسه به هیچ کس رحم نکنه و سر همه اونو بیخ تا بیخ میبره و آویزون میکنه تو میدون شهر. ولی تو که بیگناهی اندریاس. نصرانی ها همینو میخوا. اختلاف بین ما. مگه همین ربی اعظم نبود که باد به قبقبش انداخته بود و اینجوری میگفت. نوید میدم که ماجرای نوکیشان و فیمونو تموم میکنم. تموم کردین؟ تموم کردین؟ اینطوری میخوایم هم داستان باشیم با هم؟
هم داستانیم، هم ما و هم شماها درمونده شدیم از دست نوکیشان. این یه توافق تاریخی بین ما و شما ربی. شاید هنوز برای درمونده شدن خیلی زود باشه. بانو امشب خیلی عجول شده. حرف دهنتو بفهم مردک. میدم سرب داغ به حلقومت بریزن ها. حالا که کارمون به اینجا کشیده، برخلاف میلم نقشم و فاش میکنم. قتل تاجر رو مخفی نگه میدم. سب میکنیم تا کار فیمون تموم بشه. قاتل تا یه قدمی فیمون رسیده، تا پیش از اومدن زنواز کار اونو تموم. نقشه اینه از جنازه تاجر بزرگ به نفع خودمون استفاده میکنیم. قتلشو میندازیم گردن نصرانی ها، مرگش آغاز شورش نوکیشان اعلام میکنیم. بعدش محاکمه آغاز میشه. در سوی تاجر که بالاخره جنازش به درد خورد جا میدوشه. به سلامتی قاتلی که نمیشناسیمش، اما قرار ما را از شر فیمون خلاص کنه. مگه بهت نگفته بودم به وسایل هاران نباید دست بزنی؟ برو بیرون، زود باش، برو دیگه. گفتم برو بیرون. آویز نصرانی. چه تو بده ازم؟ من که توش چیزی ندیدم. اما میگن از پشتش که نگاه کنی حقیقت رو میبینی. چرند زیاد میگن. من تو این مدت که نبودیم خیلی مهم و معروف شدم. با یه مجنون بد بود دنیا رو آتیش میزنم. گرمای آتیش من از گرمای جهنم چیزی کم نبوده. میسوزونه با خاکستر میکنه. من مجرم‌ها رو تو دره اخدود می‌سوزونم جلوی چشم همه. خیلی باشکوه و دیدنی مثل تو ترسو نیستن که یواشک کسی رو با سم بکشن. حالا این سم رو بخواید به چه بدبختی بخورید؟ واسه تو چه فرقی میکنه؟ من میخوام بفهمم برای رازداریم چقدر را ازت بخوام. ما هر دومون از یه قماشیم هارا. تو با سم میخوای طرف رو مرخص کنی؟ اما من میسوزونم با این آتیش. صورت خودتون رو جلوی نور حقیقت نگه دارید. میسوزونه اما دلگرمم میکنه. هیچ کس از دل کسی خبر نداره، نه من نه شما، فقط خدا از دل ما خبر داره. پس مردم رو از ظاهرشون قضاوت نکنین. یه نارو تنبیه کردم، بهش گفته بودم تو اتاقت نیاد، اما کو گوشش شنوا. راستشو بخوای ترسیدم. بچه نباید به هر جایی سر بکشه. همیشه به بچه ها اینقدر سخت میگیری. فیمون میگه هر چی که ما از بچگی یاد میگیریم تا زمان مرگ با ما هست. بهتره از همون کودکی بفهمیم درست و غلط چیه. صفحه سفید وجود بچه ها اگه با اشتباه و گناه سیاه بشه خیلی سخت پاک میشه.
مگه اینکه خدا به ما کمک کنه. منو بگو که این حرف رو دارم برای کی میزنم. تو خودت همه اینا رو بهتر از من میدونی. نه بابا، هر چقدرم که حرف بزنی من خسته نمیشم. صدا دل نشینه به دلم میشین. چرا به من نگفتی که نصرانی هستی؟ من اتفاقی و فقط به خاطر فضولی یه نا آویزه نصرانی بودن تو اتاق دیدم. منو ببخش رفقه، تو نجران فضول زیاده، آدم باید جلوی زبون خودشو نیگر داره. باور کن خودم میخواستم بهت بگم، سال پیش همسفری داشتم که منو با دین نصرانی آشنا کرد. از اون وقت من شیفته گه این دین تازه شد. نقاشی فیمونم اون بهت داد؟ آره. از تو بهتر نمیتونستیم مردی پیدا کنیم تا مراقب فیمون باشه. بودن کنار فیمون آرزون بود، همه جا رو برای پیدا کردنش گشتم. پس خدا رو شکر که هممون به آرزومون رسیدیم. اگه برای مرتب کردن اتاقت کمک میخوای بگو. خودم به اتاق میرسم، منم که باید یه باریه رو دوشت بردارم. تو برو داروی بارناباس رو بده. من اینو برای فیمون میبرم. اینا رو بده، من برای فیمون میبرم. تو برو به بابات برس، واجب تره. خوشحالم که اینجایی هاران. نمیدونی خودمم چقدر خوشحالم که اینجا. هر وقت دیدمت سرت به نوشتن کتاب بوده، از چی تو میترسن که میخوان کلک تو بکنن؟ دیدم که ربی ها حقیقت دینو از مردم پنهان میکنن، ولی کار من فقط گفتن حقیقته. اونا از من میترسن چون مردم از اومدن آخرین نجات دهنده آگاه میکنم. من از کسایی مینویسم که برای هدایت بشر خواهند اومد. این یه لوح مقدسه و من منتظرم، منتظر روزیم که بالاخره ماه از پشت ابر بیاد بیرون. من معطل کسی نمیمونم، خودم ماهو از پشت ابر میکشم بیرون. هر کسی به اندازه توان خودش مکلفه. تو میتونی شمشیر دست بگیری و بجنگی، من میتونم قلم بردارم و بنویسم. یاد بگیر همه چی رو محکم نگرداری بچه. شنیدم یه بار قصر در رفتی و زنده موندی. به قیمت جون یک انسان فداکار. تو خونه نشستم و ناراحتی و مریضی بارناباس رو نگاه میکنم و هیچ کمک و هیچ کاری هم از دستم بر نمیاد. یه گیاه دارویی میشناسم که فقط تو کوههای اطراف نجران در میاد. اول سحر جوونه میزنه و گل میده، همچین که آفتاب بالا میاد گل برگاش میریزه. خودم میبرمت کو، حواسم بهت هست. اگه صالح راضی بشه که همین فردا به کوه میزنه. من به خوش حسابی معروفم پسر جون. همین که دیدم یه مدت تو نجران آفتابی نمیشی فهمیدم سرت به یه جایی گرمه. خب کجاست؟ این کیسه مال پیدا کردن فیمون بود، نه مال لو دادنش. فردا پاش سر میخوره، بعد از کو اتفاقی میافته پایین و خلاص میشه. بگو کجا باید بیام، میخوام اولین کسی باشم که جنازهشو میبینه. همون جایی که قرار اولمون بود، یه ساعت بعد از طلوع آفتاب اونجا باش. با سه کیسم بیا و یعنی جنازه بی جنازه. یعنی بعد از طلوع آفتاب. این پیشتر آمده یه جشن بزرگتره. از فردا شب راحت سر رو بالش میذاره، بیکابوس و ترس. همه پاداش صبر خودمون رو گرفتیم، مردن فیمون به زحمتش میارزی. ربی اعظم انقدر از خبر کیلاب سر کیف اومده
که گوشه کنیسه و عبادت رو ول کرده و اومده با ما خوش بگذرونه. ما با هم متحد شدیم و قسم خوردیم دیگه. رفیق نیمه را بودم، اگه حالا که همه چی خوب و خوش تموم شده میدون رو خالی میکردم. من که گفته بودم تا قبل از اومدن زنواز آرامش به نجران برمیگرده. حالا دیگه میتونی سرتو جلوی زنواز بالا بگیری. اخبار خوش رو خودم به زنواز میدم، اما پیش از اون حق مردمه که شاد باشن. فردا پیش از مسابقه آخر همه مردم مهمون خزانه نجرانند، بخورند و بنوشند و ریخت و پاش کنند. نوازنده ها بلندتر بنوازند، میخوام صدای شادی ما گوش فلک رو کر بکنه. کر. مردی رو میشناختم که میگفت ماه سرمایه فقیرها رو دو برابر میکنه. وقتی به ماه نگاه میکنن تنهاییشون دو برابر میشه. مگه تو احساس تنهایی میکنی؟ الان که تو هستی نه، اما تنهایی تو خون من رفقه. من دیشب خواب دیدم که رو عرشه یه کشتی بادبانی هستم و دارم رو به خورشید میرم. ناخدای کشتی هم تو بودی، فیمون، بارناباز، صالح، همه شاد روی عرشه کشتی بودی. بعد از مسابقه ها خیلی چیزا در مورد من میشنوی. خب همیشه در مورد قهرمانا قصه درست میکنن و در وصف اونها شعر میگن. هرچی در مورد من شنیدی اصلا جدی نگیر، فقط بدون که من تو شهری بزرگ شدم که ازش بیزار بودم. امشب چه حرفای عجیبی میزنی تو؟ نشنیدی مگه؟ ماه که کامل میشه دیوونا دیوونه تر میشه. یکیش خودم. روز تازه دیگه شروع شد. هیچ لحظه ای نیست که به مرگ فکر نکنم و برای زندگی پس از مرگ آماده نباشم. هر لحظه فکر کردن به آینده روشنی که منتظر ماست منو امیدوار میکنه. فیمون مشکل تو اینه که زیادی فکر میکنی. زندگی راه خودش رو میره، مرگم خر خودش رو سواره. یه جایی میرسن به هم، حواست باشه از رای میری که دیرتر برسی بهش. بعضی هم حواستشون نیست و با مرگ شاخ به شاخ میشن. دیگه اون وقته که چرا کار نیمه تمام تو تمام نمی کنی آرام؟ من آمادم. من چشمایی رو که اون شب خونه صالح دیدم فراموش نمی کنم. تو این مدت که نگهبانم بودی من شب و روز منتظر مرگ بودم. پس چرا به کسی نگفتی من کیم؟ تو فکر میکنی من کیم؟ مردی که تحملش زیاده ها؟ منم یکی هستم مثل تو. توان منم حدی داره،
رنج و دردی که نصرانی ها تحمل میکنن رو قلب من سنگینی میکنه. مردن من شاید یه راهی باشه برای خلاصی اونا، حتی برای خلاصی تو. من کینه ای از تو به دل ندارم. من از مرگ نمیترسم هاران. من با خدا پیمان بستم. پس بهتره کاری رو که بهت سپرده شده تموم کن. کار تموم شد. بدون تو جایی نمیرم. من اومدم تو رو با خودم ببرم. سمیزون پشت دیوارم. برو برو فرار کن. برو افخره با بر یه جای ام. برو من بدون تو خدا برو. نمیرم. من بر میکردم. برو برو من بر میکردم. هر جای دنیا باشی پیدات میکنم. برو برو منتظرت. برو منتظرت میمونم. من منتظرت میمونم هاران. دقت خبر بدید.
خستگی در رفت. ببین خودت میدونی چه بلایی سر کسی میاد که به این خیانت کنه. حمید به رفقات خیانت کردی برای اینا؟ خودتو به همین چند تا کیسه فروختی بدبخت؟ نکنه خود نمایی جلوی اون دختره یه توی کاروان برات بیشتر از رفاقت با یه مشت دوست سر گردنه میارزید؟ بهتره بدونی که من خیلی وقت خرجم از شما دوستای سر گردنه جدا کردم. من یه جبمون نیستم. تو دوتا از زیر دستای منو برای نجات اون دختر زدی کشتی. خودتو مرده بدون هاران، زرج کشت میکنم. اینجا دیگه جای موندن نیست. باستا دل نشده فرار کنیم. من دارم از نجران میام. شهر شلوغه و همه چی ریخته به هم. همه کوچه‌های شهر پر شده از سرباز. زنواز اومده، آندریاس فرار کرده. سربازای زنواز افتادن به جون نصران. دارن همه رو میگیرن، میبرن اخدود. چی از اینجا بزنید بیرون؟ پایین دره بهتون میرسم. من یه کار ناتمام دارم، باید تمامش کنم. فرار کرده جونور. دستشو چطوری باز کرده؟ دیگه چیزی نمونده. بلند شو هارون، تحمل کن هارون، قوی باش. بلند شو هارون، بیا. بلند شو. سنگ‌های خارای این در گواهی خواهند داد که شما به گناه خودتان اینجایید. کیلاب ربی که به دست شما کشته شد چشم بینای من بود در نجران. گمان نکنید که من نمی‌دانستم شما نوکیشان زیر گوش هم چه زمزمه می‌کنید. زنواس چشم بر گناه شما بسته بود تا به خود آیید و بفهمید که فریب خورده اید. دو راه پیش پایتان میگذارم. اول اینکه از راه گمراهی بازگردید و از نوکیشان تبرا جویید و به یهوه توبه کنید. راه دوم بر نوکیشی خود مصر بمانید و به دین پدرانتان پشت کنید
بدانید که از خشم زنواز در امان نخواهید بود. آتش اخدود بر شما افروخته خواهد شد. شریعت رودیست خروشان، هیچ سدی نمیتونه جلوی این رود خروشان رو بگیره. آی مردم، هیچ کدوم از شما مجبور نیستید که نصرانی باقی بمونید و کسی شما رو به انتظار کشیدن مجبور نکرده. خداوند از دلهای یکایک ما با خبره. این آتش اخدود نمیتونه ما رو نابود کنه. از خاکستر تک تک ما ققنوسی سر بیرون میاره. مرگ ما بیهوده نیست، شاید مقدمه ای باشه برای آمدن آخرین فرستاده که همه ما منتظرش هستیم. رفقه، 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 رفقه. پسرم، بارنواز، بارنواز، رفق کجاست؟ بارنواز، فیمو، بقیه، بگو. همه رو بردن به دره اخدود. کجا بردن؟ میرم دنبالش. صبر کن هران، صبر کن. از احساس تو به رفقه با خبرم، اما خون من و تو و حتی رفقه کمترین قیمتیه که برای حفظ این کتاب پرداخت میشه. تو این فهرستیه از نصرانی های نجران، این لوح مقدس رو به حبشته برسون. به خاطر رفقه، به خاطر خدا.
بدان را به آتش اخدود می سوزانم. حکم را اجرا کنید. به نام خداوند بخشنده و مهربان. مرگ بر آدم سوزان و خود، همان آتش مهیب و عمود. آنگاه که آنان بالای آن خندق به تماشا نشسته بودند و خود برانچه بر سر مؤمنان می آوردند گواه بودند. سوره مبارکه. مردی به تماشا نشستید که به گناه خود معترف است. سلام، خسته نباشید. میتونم یه حرفی برای گفتن ندارم. برو سراغ یکی دیگه. حوصله‌ام ندارم. نه ببخشید. فقط میخواستم ببینم این که میگن با تهیه کننده شما تو این کار به مشکل خوردین واقعیت داره؟ ببین پسر جون، دنبال این حاشیه‌ها رو نگیر. برو به کارت برس. آقا، این چایه ما رو کسی نمیخواد عوض کنه؟ یخ کرد. مکافات مردی را به تماشا نشسته اید که به گناه خود معترف است و
قصد گرفتن جان خدمتگزار صدیق شما را داشتم. اینا که کارمون به اینجا کشیده، برخلاف میلم نقشم و فاش میکنم. قتل تاجر رو مخفی میکنیم. کات آقا کات، این موبایل کیه؟ ببخشید، کسی که مال منه، عوض میخوام. حالا که کارمون به اینجا کشیده، برخلاف میلم نقشم و فاش میکنم. قتل تاجر رو مخفی میکنم. کات بابا کات. بابا اون واقعا مگه تو نجران موبایل نبوده؟ ببخشید. تو زیاد تعریف کرده، من هرچی تو چیز رفقه برام از جنگاوری تو زیاد تعریف کرده، من هرچی در چیز داری. ای باب رفقه برام از جنگاوری تو زیاد تعریف کرده، من هرچی در چند تداری رو میخوام. چشمای یادم رفت چیز شد، چیز نکن یادم میاد. سوالاتون که چیز نیست، چیز چالشی. نه، اول از انتخاب شما برای نقش میخواستم بدونم. چیز شد سوالا که این من نیستم که نقش رو انتخاب میکنم، نقش باید چیز کنه، بازیگر رو انتخاب کنه. ممنون که تشریف آوردین. تموم شد؟ چه زود؟ مصاحبه رو همچین چیزش نکردی؟ تند و تیز؟ اک بابا. ببخشید میتونم یه سوال خصوصی ازتون بپرسم؟ نور رفت بگیریم آقا. سنگهای خارای این در گواهی خواهند داد که شما به گناه خودتان اینجایید. بله مردم کم بودن، اما برای من خب میدونین قهرمان میدان مهم. بچه اینجا گرم نشده؟ خیلی هم طولانی نباشه لطفا. چشم ممنون که اومدی. باشه بعد از گرفتن صحنه. بفرمایید. ببخشید میتونم یه سوال خصوصی ازتون بپرسم؟ ببخشید کجا؟